چیز از منظره طبیعی و پیکره ها و خانه ها را به نقش های هندسی به مکعب ها تقلیل داده است. چندی نگذشت که انگ مناسب کوبیسم نام رسمی این مهمترین جنبش نقاشی قرن 20 شد. طی سال 1909 پیکاسو و براک با دریافت این واقعیت که هر دو مستقلن در پی یک هدف هستند تصمیم گرفتند که با هم کار کنند و این همکاری نزدیک تا سال 1914 ادامه یافت. طبیعت بیجان مضمون اصلی آنان و دیگر نقاشان کوبیست شد، اما طبیعت بیجانی که تصویر پردازی آن زندگی روزانه، دلبستگی های دائمی و شوق و شور روشنفکرانه نقاشان را آشکار می ساخت. طبیعت بیجان با ادوات موسیقی اثر براک همچون خانه های لستاک با تجسم نسبتاً پیکر سازانهی پرداخت شده است، اما او در نقاشی مشابهی به نام گیتار و کمپوت به طور فزایندهی مکعبهای مسطح را به صورت سطوحی از رنگ مایه ها درآورده و اشیا را با فضایی که آنها را در بر گرفته چنان همانند ساخته است که هر چیز اندک اندک یک سطح رنگ بشود و در عمقی محدود اما بسیار قابل لمس کاربرد داشته باشد. خود براک به یک فضای منسجم و تقریبا دستسازی اشاره می کند که داشت جستجویش می کرد. با کارهای از این دست و پژوهش‌های مشابهی که طی سالهای 1908 و 1909 به توسط پیکاسو انجام گرفت، نخستین مرحله تحول کوبیسم که بر آن نام کوبیسم تحلیلی نهاده شد به طور قطع آغاز گردید. پیکاسو پس از پژوهش‌های بیشتر درباره ساختار فضایی که مبتنی بر پژوهش‌های سزان بود از 1909 شروع کرد تا بررسی‌های مقدماتی خود را به نتایج منطقیشان برساند. در مجموعی از سردیس‌ها از جمله آنهایی که از سر فرناندو اولیویه معشوقه جوان پیکاسو و شریک سالهای پرتلاش او ساخته شد، میتوان مراحل گام به گام خرد شدن حجم پیکر سازانه سر به صورت مجموعه از صفحات مسطح را که مفهوم سطح تصویر را دوباره مطرح می‌سازد دید. این تجربیات او در زمینه نقاشی در مجسمه برنزی سر فرناندو اولویه به سال 1909 او را به کشف همان مسئله در جهت عکس راهنمون ساخت. پیکاسو از 1900 و پیش از آن در کارهایی که به موازات دلبستگی‌های همزمان او در زمینه نقاشی بود، جسته و گریخته به پیکر سازی پرداخت و همین امر احتمالاً آن دلبستگی‌ها را پالوده تر کرد. به تبعیت از طرح آلفرد بار، پیشرفت کوبیسم تحلیلی به دست پیکاسو را میتوان در 4 اثر پژوهشی او در زمینه سردیس سازی خلاصه نمود: سر یک زن 1909، تک چهره براک 1909، دختری با ماندولین 1910 و آرلزین 1911 و 12. پیکاسو نسبت به براک کارش را با توجه بیشتر به شکل پیکر سازانه آغاز نمود. در پی حالت انگیزی بدوی گرایانه تر بود و توجه چندانی به کیفیات فضایی قابل لمسی که براک از آن سخن می گفت نداشت. اما در اواخر 1910 این دو نقاش چنان نظریات و شور و اشتیاق مشترکی یافتند که غالباً تشخیص بین نقاشی هایشان ناممکن است. یک طبیعت بیجان به نام ویولون و تخت شاسی اثر براک در سالهای 1909 و 10 نشان می‌دهد که او در شناخت کاربردهای کوبیسم از پیکاسو هم پیشتر رفته است. این اثر نقاشی بلند و باریکی است که در آن مضامین هنوز قابل تشخیص، چند پاره شده و با سطوح رنگین
شدیداً در هم تنیده در برابر دیدگان تماشاگر دگرگونی می‌یابد. در اینجا تمام مفاهیم مربوط به دگردیسگی و دید همزمان و پیاپی تبیین یافته و نقاش عاقبت توانسته است که خود را از طبیعت رنسانسی نگریسته شده بر اساس اصول مطلق ژرف‌نمایی هندسی برهاند. این لحظه رهایی نقاش از نظامی است که نقاشان را به مدت 5 قرن در بند خود نگه داشته بود. نقاشان از این پس دیگر از تصور نقاشی به منزله تقلیدی از واقعیت بصری رها شده بودند. آنان دیگر آزاد بودند تا در جستجوی هر جهت دید دلخواه، هر تجربه یا مکاشفه‌ای که می‌خواستند برآیند. دختری با ماندولین هنوز هم تا حدی یک اثر انتقالی است، به این معنا که پیکر ماندولین، دست، بازوان و سینه‌ای که به شیوه پیکر سازانه برجسته نمایی شده از سطوح برش یافته جدا می باشد. بنابراین در اینجا پیکاسو هنوز نتوانسته به یک پارچه سازی کامل مضمون و فضای کلی تصویر بدان معنا که در ویولون و تخت شاسی براک دیدیم و در آثار دوره آخر سزان دیده می شود و این هر دو نقاش درباره آن مدت‌ها سرگرم پژوهش بوده اند دست یابد. این روند در نوازنده آکوردئون حتی از این هم پیشتر برده می شود. حضور پیکر در اینجا اساساً با متمرکز ساختن ساختار هندسی در محور میانی تصویر که در این حال با نزدیکتر شدن به کناره ها بازتر و نامتمرکزتر می شود نماینده شده است. هم پیکاسو و هم براک در این مرحله ساختار خطی را با ضربات بسیار ظریف و ملایم قلمو که از حیث کوتاهی ضربه ها یادآور نقطه رنگ های سورا می باشد با هم ترکیب نمودند. از آنجایی که رنگ ها اکنون محدود به رنگ های خاکستری مبهم، قهوه‌ای، سبز های مخملی و اخرایی های ملایم شده بود، ویژگی ضربه قلم و وظیفه پر اهمیت غنابخشی به سطح تصویر را بر عهده گرفت. پیش از اینها یعنی سال 1908 پیکاسو تکه کاغذ کوچکی را در وسط یکی از طراحی‌هایش چسبانده بود تا کاری را بکند که احتمالاً نخستین کاغذ چسبانی یا کلاژ به حساب می آید. هر دو نقاش از 1910 کلمه ها و حرف هایی را در نقاشی های خود به کار گرفتند و براک به خصوص پیش از آن زمان برای واقع نمایی و چشم فریبی بیشتر از تأثیرات الیاف چوب نیز استفاده نموده بود. داخل کردن این عناصر واقع نمایانه بصری به قلم رو به نقاشی های کوبیستی که دائما انتزاعی تر می شدند بخشی از اشتغال ذهنی این نقاشان برای جوابگویی به این مسئله اساسی بود که واقعیت